رهبرانی چون ترامپ و پوتین و اردوغان می توانند فصل جدیدی در مناسبات جهانی رقم بزنند؟ ناسیونالیسم در شکل کنونی چه پیامدهایی دارد و در ایران چه عملکردی ممکن است داشته باشد؟ سلام. 30 سال پیش دیوارهای معروف توسط ملت‌ها برچیده می‌شد. حالا دیوارهای بلندی که ممالک را جدا می‌کند دوباره برپا می‌شود. بین آمریکا و مکزیک، بین سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل، بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، در شرق اروپا برای جلوگیری از مهاجران و در دیگر نقاط دنیا شاهد برپایی دیوارهایی در اشکال متفاوت هستیم. این در شرایطی است که بحران‌ها بیش از پیش جهانی می‌شوند. محیط زیست، مناقشه رودخانه‌های مرزی و امنیت مشترک از جمله بحران‌هایی هستند که مرزها را در می‌نوردند و سرنوشت ملت‌ها را به هم گره می‌زنند. در چنین شرایطی سیاستمداران با دمیدن در احساسات ناسیونالیستی راه ملت‌ها را از هم جدا می‌کنند. نتیجه چه خواهد بود؟ ولی آیا ناسیونالیسم به جز تکروی نمیتواند چیز دیگری باشد و کارکرد دیگری داشته باشد؟ مثلا آیا ناسیونالیسم نمیتواند برای مهار اسلامگرایی مؤثر واقع شود؟ ولی دمیدن در ناسیونالیسم خطر شیفتگی ملی و دیگر ستیزی به دنبال ندارد. این بحث را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. عباس جوادی، روزنامه‌نگار، معتقد است که تاریخ کشورهای همجوار ایران از جمله روسیه و ترکیه به ما میگوید که خطرات ناسیونالیسم را نباید از نظر دور داشت. عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی، میگوید ناسیونالیسم بالقوه میتواند یک سلاح مبارزاتی در کشورهایی چون ایران باشد. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. و فریناز آریانفر، دانش آموخته علوم سیاسی، میگوید نسل جوان اروپایی که با تاریخ اروپا آشناست دلایل بیشتری برای بدبینی به ناسیونالیسم دارد. خیلی خوش آمدید. آقای هودشتیان، به ما بگید منظورتون چیه وقتی میگید ناسیونالیسم میتونه ابزار مبارزاتی در جایی چون ایران باشه؟ حالا خدمتتون عرض شود که در مقام نخست آنچه که امروز به واسطه ناسیونالیسم میفهمیم در صحنه جهانی اروپا و آمریکا بیشتر شکست جهانی شدن هست و برآمد نوعی ملی‌گرایی و شکست نئولیبرالیسم. در مورد ایران اندکی متفاوته، چون در مورد ایران در واقع ما مورد اصابت جهانی شدن کمتر مقایسه بکنیم ایران رو با اروپا یا کشور اروپای شرقی کمتر مواجه شدیم، بلکه ما در واقع در برابر یک موقعیت ویژه و خاص هستیم، در برابر یک نظامی هستیم که به هر حال این نظام مسئله ای شده است که میباید این مسئله رو ما حل بکنیم. به این لحاظ گرایش های متفاوت ناسیونالیستی امروز روز در ایران در میان روشنفکران خودش رو نشون میده. برای اینکه بتونیم در واقع تز خودم رو عنوان بکنم، موضوع اصلی این هستش که ناسیونالیسم میتواند ابزاری، اگر از اون قرائت درست و سنجیده‌ای بشود، ابزاری برای مبارزه با استبداد بشه، نه فقط اسلامگرایی بلکه استبداد. از ناسیونالیسم دو برداشت ارائه میدم، یکی برداشت آزادی خواهانه، یک ناسیونالیسم لیبراتور یا آزادی خواه، و میگویم که در واقع این ناسیونالیسم نمونه ها و نمودارهاش رو در جهان عرب، در جهان ترکا و در جهان ایرانی دیده ایم، در جنبش های متعدد ایرانی. بعد وارد جزئیاتش خواهیم شد. و اینکه این ناسیونالیسم اینجا و آنجا علارغم افراطی که داشته است و نشان داده است که از طریق باستانگیرایی نوعی افراد درش وجود داره و غیر زدایی داره، ولی مجموعاً میتوانیم بگوییم که مثلا در نزد افراد شناخته شده ای که سرآمدان جنبش اجتماعی در ایران بودن مثل مصدق و یا در میان اعراب مثل ناصر، اینها در واقع غیر زدان نبودن بلکه ناسیونالیستی هستن که من نامش رو میذارم ناسیونالیسم شامل، یعنی اینکلوزیو، در واقع شامل، که یعنی تمام اجزاء جامعه از انواع و اقسام گروه‌های قومی و اتنیکی می‌توانند شامل بشوند و همگان به سمت اون آرمانی که مد نظر هست بروند. ناسیونالیسم دوم در واقع هدف و تفکرش این هستش که خودش رو نوعی ناسیونالیسم انحصار طلب قلمداد بکنه و از طریق
بازگشت به ارزش‌های پیشین خودش رو برتر و به عبارتی همگان رو به انحصار خودش، جامعه رو، کشور رو به انحصار خودش در بیاره. از این به عنوان ناسیونالیسم دومیناتور یا در واقع انحصار طلب یا تسلطگرا میتوان نام برد که این ناسیونالیست در واقع آنچنان که میتوان از انواع اقسامش رو دید و نشان داد به عنوان ناسیونالیسم در واقع اکسکلوزیو میشه نام برد، یعنی غیر زداست در واقع این ناسیونالیسم. امروز در واقع تزی که عنوان میشود و من دوست دارم بر سر این بحث بشه و نکته بسیار اساسی است، این ازش که ما در شرایط ویژه‌ای میتوانیم با تأکیدات معین و مشخص و مطالعه دقیقی نوعی ناسیونالیسم رو پرورش و گسترش بدیم در شرایط ایران که این ناسیونالیسم هرچی بیشتر شامل و جامع باشه، یعنی تمام اقوام و اتنیک ها و گروه ها رو در بر بگیره به واسطه برقراری یک دشمن مشترک که بگوییم که این دشمن مشترک آجان در برابر ماست، همگان میتوانیم به سمتش و بر علیه شرکت بکنیم و غیره. و این ناسیونالیسم شامل بودنش ما رو از انواع افرادگراهی هایی که در مشروطه و در دوران گذشته پهلوی ها حتی اون رو دیدیم میتونه جدا کنه. در واقع ما باید صیقل بدیم این ناسیونالیسم گذشته رو و به نوع ناسیونالیسم جدیدی راه پیدا کنیم. شما چنین چیزی در ناسیونالیسم میبینید خانم آریانفر با تجربه ای که به عنوان یه جوان دانش آموخته علوم سیاسی در سوئد دارید و با حرکت های سیاسی در سراسر اروپا آشنا هستید، چه حرکت هایی که ناسیونالیستی هستند چه حرکت هایی که برخلاف اون به سمت نوعی لیبرالیسم که خودش رو در اتحادیه اروپا نشون میده متمایل هستند، چنین چیزی در ناسیونالیسم میبینید که میتونه ابزار مبارزاتی باشه؟ ناسیونالیسم کلن نیاز به یک روایت ملی داره و این روایت ملی یک سازه اجتماعی هست و از یک سری المان های مشترک مثل تاریخ مشترک، مذهب مشترک، زبان مشترک، نزدیکی جغرافیایی، حالا هر کدوم اینها به طور مجزا یا مجموعه از اینها استفاده میکنه تا یک هویت ملی بسازه. بعد با این هویت ملی یک گروهی رو به عنوان گروه ما تعریف میکنه که در اصل میخواد با این گروه ما به قدرت سیاسی برسه و بعد میخواد یک گروهی رو به عنوان گروه آنها تعریف بکنه که نه تنها اشتراکات ما در این گروه چی هست بلکه تفاوت ما با گروه آنها چی هست، چون گروه آنها همیشه یک تهدیدی رو برای ما به وجود میاره و ما باید در مقابل اونها بایستیم. و این هم یکی دیگه از مشکلاتیه که در وجود ناسیونالیسم هست، یعنی در وجود پایه‌ای ناسیونالیسم انحصارگرایی وجود داره، یعنی بدون آنها ما وجود نداریم. یعنی میخواد بگید که چیزی به اسم ناسیونالیسم شمولگرا یا به گفته آقای اودشتیان شامل ناسیونالیسم غیر انحصاری نمیبینید؟ دقیقاً به خاطر اینکه نیاز داره که تعریف بکنه که ما میخواییم در مقابل آنها بایستیم و مبارزه بکنیم، چون ناسیونالیسم از روی این به وجود نمیاد که ما یه سری گروهی هستیم که فقط کنار هم میخواییم بایستیم، ما میخواییم به یه قدرت سیاسی برسیم، برای همین میخواییم یه قدرت سیاسی رو از یک گروه دیگه بگیریم. این روایت ملی یه جوری راکت هست، توی یک زمان خاصی تعریف میشه و نمیتونه آینده نگری بکنه در مورد اینکه ساختار اجتماعی در آینده به چه شکلی میتونه بشه. و در اروپا الان مشکلی که ما میبینیم پدیده مهاجر هراسی و مسلمان هراسی هست، که با این که مسلمان ها توی این جوامع زندگی میکنن در اصل از نظر قانونی جزء این ملت ها هستن، ولی در این حال به خاطر توصیف و تفسیر ناسیونالیسم ملی که وجود داره اونها یک جوری بیگانه میشن با این ناسیونالیسم ملی. شما در این معادله کجا قرار دارید آقای جوادی؟ در ایران اون چه که از ملیگرایی مفهوم میشه چیز دیگری هست تا اینکه در آلمان مثلا مطرح میشه یا در فرانسه و غیره مطرح میشه. در ایران ما در گذشته تا قاجار که ما یک دولت بخصوص در اواخرش فاسد و مستبد و وطن فروش داشتیم، در واقع یعنی شاید هم بالاجبار وطن فروشی کردن،
منتها انقلاب مشروطه در ایران شرایطی به وجود آورد که ملت برای قانون و آزادی مبارزه کرد. منتهای مراتب این در درست در شرایط جنگ اول جهانی شد. جنگ اول جهانی که ایران تحت اشغال دو نیروی بزرگ و نیروی سوم در آمد، یعنی تحت اشغال روسیه تزاری، انگلستان از طرف دیگه از جنوب، حتی تقسیم کردند ایران رو بین خودشون و اشغال دوبار از طرف دولت عثمانی از روی استیصال و برانگیختن پانترکیزم از طرف عثمانی ها از روی استیصال. در این شرایط اون شعارهای قانون و آزادی دولت دوره مشروطیت بلافاصله تبدیل به شعارهای یک دولتی که مقتدر باشه، دولتی که متمرکز باشه، نیرومند باشه، مرکزی باشه. و این به این خواستها یک نفر جواب داد به اسم رضا شاه، که حالا تمام کاسه کوسه های در محیط های سیاسی ناسیونالیسم و نمیدونم حتی ناسیونالیسم افراطی و حتی نژاد پرستی سر رضا شاه شکونده میشه. خب به نظر من این هم دور از واقعیت هست و هم دور از انصاف هست، چون که این موج به اصطلاح اون چه که فهمیده میشه به عنوان ناسیونالیسم در به خصوص محیط‌های روشنفکری یک جریان استقلال طلبی بود. یک الان جریان در ارتباط با حال حاضر نظرتون چیه آقای جان؟ طلب یک دولت مرکزی بود. نتیجه که می‌خواید بگیرید چیه؟ یک مهمان میگه که من میگم میشه ناسیونالیسم رو به عنوان ابزار مبارزه استفاده کرد. یک مهمان میگه که خطراتش رو نباید فراموش کرده و این خطرات عرض بکنم. رو جواب چه خواهد بود؟ عرض بکنم به نظر من از نظر تئوریک البته خطر، همه چیز خطر داره. اگر شما دین رو هم افراط بکنید خطر داره. اگر شما مثلا توبیخ و تنبیه رو در خانواده افراط بکنید در این خطر داره. منتها توبیخ و تنبیه چیز به خودی خود چیز بدی نیست. به همین صورت به نظر من اگر البته در ایران چه در دوره رضا شاه چه در دوره مصدق حتی زیاده روی های زیادی شده. آقای دکتر هودشتیان گفتن مثلا در مورد باستان پرستی دوران باستان افراد شده، البته افراد شده، شاید بی دلیل هم نبوده برای اینکه روحیه مردم بالا ببره، ولی در ایران عملی ناسیونالیسم به اصطلاح ناسیونالیسمی که ما داریم به نظر من نمیشه اینو ناسیونالیسم گفت، چون اون معنای غربیش میاد، خطرناکش میاد. به نظر من اگر همونو بگیم یک ناسیونالیسم تدافعی هست در مقابل امروز، اگر توجه کنیم در مقابل چی؟ در مقابل هم مداخلات خارجی یک، و در مقابل انحصار طلبی که حالا گفته میشد، و اونم نه انحصار طلبی ملی گرایانه و ناسیونالیستی، بلکه در درجه اول به نظر من حتی در داخل انحصارگری مذهبی. بله، مذهبی انحصارگری هست. بله. در مقابل اون به نظر من ملی گرایی گفته آقای دکتر هودشتیان درسته، ملی گرایی میتونه مفید واقع بشه. آقای هودشتیان شما در این حال در مورد ناسیونالیسم میگید که حتی اگر این سلاح کاملا با فکر ما منطبق نباشه باید اون رو منطبق کنیم، زیرا در زمانه حاضر راه دیگه ای برای بسیج مردمی و رهایی نمانده است. میتونید توضیح بدید که به چه شکل ناسیونالیسم میتونه منطبق شه با فکر شما؟ حدس میزدم که این بخش رو از آرتیکل من در بیارید، چون که دقیقا چپ ها برخی از گرایش های دیگه ایدئولوژیک موافق ناسیونالیسم شاید نباشن، اما به دلیل تحلیلی که ما از شرایط ویژه ایران میدیم باید نظریه پردازی کنیم. وظیفه ما نگاه تحلیل و نظریه پردازی است و بحث مرکزی این هستش که ناسیونالیسم همگان نمیخوان، اما میتونیم از اون به عنوان یک سلاح استفاده کنیم. فرض فرمایید که بسیاری از نیروهای روشنفکری یا مبارز یا نظریه پردازان مخالف اون ناسیونالیسمی هستن که اینجا و آنجا در نزد عارف، در نزد هدایت حتی وجود داشت در دوره مشروطه و بعد از مشروطه، اما میبایست که یک بازاندیشی راجبه
به اصطلاح ناسیونالیسم انجام بدیم. این بازاندیشی ما رو وامی داره که ما رو از افرادگرایی هایی که در نظریه ملیگرایی یا ناسیونالیسم به هر سو، این رو دقیقش رو الان من توضیح خواهم داد که چگونه میتوان تفاوت رو ایجاد کرد، ایجاد بکنیم. یعنی ما وظیفمون این هستش که یک دشمن بسازیم و یک سلاح به دست مردمانی بدیم که بر علیه دشمن ایستادند. دشمن ما فاسدان و انحصارگرایان هستن که با ارزش‌های ایرانی و ایرانیت که ما اونها رو برساختیم، مهر و محبت، دوستی، همراهی و همگامی و همزیستی با ملیت‌های متعدد ایران، این رو ما می‌سازیم به عنوان ارزش. میگیم ارزش همونطور که جناب علی فرمودین، این ارزش همواره بوده، ما هیچ وقت نژاد پرست نبودیم. آقای هودشتان، ساختن این ارزش‌ها به عنوان ارزش‌های ملی به خودشیفتگی ملی نمی‌انجامه، گویی ما فقط این بودیم، مهر و محبت چنین و چنان. هر ملتی در تاریخش چیزهایی داره. اتفاقا یکی از بحث‌های جاری، درست گفته شد به ایران بکشونیم و نه اروپا، یکی از بحث‌های جاری در اروپا که فیلسوفای مثل نایمن همینو میگن، میگن که تصور این که ما میتونیم ارزش‌هایی بسازیم که مال ملت ماست به خودشیفتگی ملی می‌انجامه. و مثالی که در مورد مثلا آلمان میزنه، میگه خودشیفتگی ملی ممکنه به انکار هولوکاست بیانجامه. هر ملتی در تاریخش یک لکه‌هایی داره دیگه، دقیقا. نداره؟ ببینید، این زمانی هستش که بگوییم فارس‌ها برتر از ترکان و یا ترکان برتر از اعراب هستن در ایران، اما زمانی که این رو آمیخته می‌کنیم با یک همبستگی ملی، یعنی اون نظریه ناسیونالیسم شامل، اینجا میگیم تمام گروه های ایرانی، تمام کسانی که در ایجاد این مملکت مشترک بودن، علیه چی؟ دشمن حاضر، حاکمیت. حاکمیت در واقع ناسیونالیسم به نظر شما میتونه ابزاری در مبارزه با جمهوری اسلامی باشه؟ با جمهوری اسلامی باشه. چنین میتونه باشه خانم؟ توی تئوری کلن خیلی این ساده است. ما میتونیم بشینیم الان یه کاغذ سفید برداریم و بگیم ما یه روایت ملی میسازیم، ولی توی عمل این تقریبا غیر ممکنه، به خاطر اینکه ناسیونالیزم یک روایتیه که توی همین ایران هم گذشته داره. شما نمیتونین اون گذشته رو ازش جدا کنین و بگین نه الان ما میایم یه دونه روایت جدید میسازیم. همونجوری که ایشون هم قبلش گفتن، این برمیگرده به زمان مشروطه، برمیگرده به زمان رضا شاه، میاد یک سری قشرهای متفاوت یک جامعه رو در هر حال از توصیف ملیتش جدا میکنه، در صورتی که اون آدم ها توی اون کشور زندگی میکنن و حق ابراز عقیده دارن. ولی جدای از این تاریخ، خانم آریان فرد، درسته که میگید این تاریخ رو باید حتما مد نظر داشت. چیزی که آقای هودشتیان میگه این است که یک توصیفی یا یک مدلی از ناسیونالیسم داده بشه که به گفته ایشون برای مبارزه کسانی چون خودشون علیه جمهوری اسلامی به کار بیاد. شما چه این چیزی رو به کلی ناممکن میدونید؟ ممکن که مسئله اینه که کاری نداره، ما میتونیم همین الان به طور مثال صحبتشو بکنیم دیگه. وقتی که شما میخوای بیای صحبت اینو بکنین که آنهای ما توی این روایت ملیمون جمهوری اسلامی هستن، بعد چه کار میکنین؟ یعنی آیا تمام کسایی که به اسلام اعتقاد دارن، به مسلمان هستن، اونها آیا جزو این گروه قرار گرفته نمیشن؟ اگر که شما همین الان روایت‌های ناسیونالیسم ایرانی رو توی خیلی از شبکه‌هایی که توی خارج از ایران پخش میشن نگاه بکنین، همشون ضد اسلام و ضد مسلمانن و خیلی شدیداً با اونا برخورد میکنن. شما نمیتونین یک سری روایت‌های ناسیونالیستی که همین الان وجود دارن رو نادیده بگیرین. اونها هم جزء ناسیونالیسم هستن، اونها هم جزء این تفکر ناسیونالیستی ایرانی الان هستن. پس و خطر اونها این هستش که وقتی که شما یه گروهی رو میان متحد میکنین، بعد از این براندازی تمام مسلمان‌ها و تمام کسایی که توی اون مملکت به اسلام اعتقاد دارن بعداً قراره به سلابه کشیده بشن یا سرکوب بشن. آقای دعادی، نظر شما چیه؟ من فکر می‌کنم که اولاً ما اینجا نشسته چیزی نمیتونیم درست کنیم و تجویز کنیم به کسی. یک. دو، من اتفاقاً در ادامه حرفای خانم آریانفر، اتفاقاً اصرار دارم که در دوره انقلاب مشروطه و بعد از اون درباره جریان‌های قوم‌گرایانه و جدایی طلب که هر خانخانیه، نه اینکه استقلال طلبیه، اگر شیخ خزعل کعب داشتیم در خوزستان،
برای خودش پادشاه خوزستان بود. اگر نمیدونم یک برقصای داشتیم در بلوچستان، سکه میزد به اسم خودش. در آذربایجان مرتضی قلی خان ماکو، بیات ماکو حکومت داشت، دربارش از دربار قاجار در تهران خیلی قوی تر بود. منظور من این است، منظور من این است که ببخشید، منظور من این است که وقتی که رضا شاه آمد، یک مسئلهش ایجاد حکومت مرکزی و مقتدر اینها رو جمع کرد. اینها سر برداشت شما به این ترتیب نبود. بله، برداشت شما از ناسیونالیسم در حدود 60 70 سال اخیر ایران متفاوته. اما قبل از اون چی بود؟ بله، اما خود شما در مورد زمان حاضر به من گفتید که ناسیونالیسم میتونه به عرب ستیزی بیانجامه. بله، این مشکل رو چه کار باید کرد باش؟ من مثلا در خودم در رابطه با حمله اعراب به ایران، واژگونی و فروپاشی دولت ساسانی و برقراری اسلام و دولت اسلام، خلافت اسلامی در ایران و ماورا النهر یک سریال دارم می‌نویسم. خب برای من مهم هست که این سریال طوری نوشته بشه که باعث ایجاد نفرت ضد اعراب نشه. اگر ما علمیم بتونیم این کارو بکنیم نمیشه هم. ببینید، من یه چیز متوجه نمیشم. اگر ما در برابر افراد در ناسیونالیست هستیم، تلویزیون های خارج کشور، گرایش های متعدد سلطنت طلبان یا غیره و غیره، ما به عنوان روشنفکر، ناظران و تحلیلگران و فعالان چه باید بکنیم؟ باید بگیم خب اینه دیگه، کاری نباید کرد. ما مجبور هستیم، وظیفه مندیم، نظر بدیم، تشویق کنیم. بنابراین آنچه که برای ما علارغم آنچه که در خیابان ها هست وجود داره این هستش که بگوییم که ما به انتظار و در انتظار آن نوع ناسیونالیستی هستیم. آقایون خانم، شما غلط، اشتباه دارین میرین، افراد در ناسیونالیست دارین میکنین. آن ناسیونالیسم شامل رو، یعنی اینکلوزیو، ما میخواییم. بحث بر سر اینکلوزیویته است، یعنی بتوانیم نوعی از تئوری بریزیم روی کاغذ. مگه مارکس این کارو نکرد؟ روی کاغذ، و این رو اشاعه بدیم، از بالا میریزه پخش میشه اگه درست و مرتب و مدون بتونیم این تئوری رو بریزیم. یعنی تئوری ناسیونالیسم شامل، تئوری ناسیونالیسم آزادی خواه شامل عبارت میشه از یک تئوری که کاملا سیاسی است. یعنی برخلاف آنهایی که شما میفرمایید، آنهایی که آلمان یافتن، آنهایی که شما میفرمایید دشمنان ما، دشمنانی که ما میگوییم ارزش سازی میکنیم. دقیقاً ارزش سازی ما این هستش که میگوییم که ارزش های ایرانی با هم بودنه. درست مسئله ملی‌گرایی جواد طباطبایی هم از زمان ساسانیان میدونه و میگوید که زمانی که اعراب حمله کرد ملی‌گرایی آمد. و بعد من معتقدم از زمان رضا شاه در واقع ما با ناسیونالیسم روبرو هستیم، چون اتناسیون یا دولت ملت اونجا به وجود میاد. اما ما میبایست بتوانیم نظر بدیم و نظریه پردازی بکنیم. خب ما اگر میخوایم نظریه پردازی بکنیم، چرا نیاز داریم حتما به یه نظریه‌ای که قدیمیه و اینقدر کوله بار منفی با خودش داره؟ ولی در حال حاضر من دارم در مورد چه اتفاقاتی که هست، در مورد چیزایی که به روزه و وجود داره صحبت میکنم و اونو دارم تحلیل میکنم. خانم آریانفر، در مورد رضا شاه خب اختلاف نظر خیلی زیاد هست. در همین برنامه در پرگار ما یک بحث رو اختصاص دادیم مهمانهای برنامه، در همین برنامه و مخاطبین برنامه میتونن بهش مراجعه بکنن. اما در مورد مصدق اختلاف نظر کمتر هست. آیا مصدق یک مثال بارز قابل اتکا به ما در مورد ناسیونالیسم ایرانی نمیده؟ آیا در حال حاضر به درد ما نمیخوره چنین مثالی، چنین الگویی؟ مصدق هم مال گذشته هست، مال الان نیست. ما نمیتونیم یه چیزی که توی گذشته است و در مورد ساختارهای اجتماعی الان نیست ازش استفاده کنیم. یک. دو، اینکه مصدق اصلا زمان زیادی بر سر کار نبوده که ما بتونیم نگاه بکنیم ببینیم چه مشکلاتی میتونسته ایجاد بشه اگر که مصدق بر سر کار میبود. سه، مصدق هم بی‌نقص نبوده. ولی من میخوام فقط بدونم چی باعث واهمه از این ملی‌گرایی میشه در ایران، نمونه ایران. اگر کسی این بحث رو در آلمان بکنه من میفهمم، ولی در ایران ما نمونه نداشتیم. نمونه ای که دیگر ستیزی به عنوان که قتل عام بکنن اقوام دیگر رو نداشت. اگر یک کسی بگه ما نمونه نداشتیم در تاریخمون از دیگر ستیزی،
دلیل نیست که نخواهد شد. و مقابلش مثالی که الان دم دست در 40-50 سال اخیر ایران، بهای ستیزی به نام یک ملت انجام شده دیگه. شما نمیتونی بگی فقط حکومت ها بودن، جواب چه خواهد بود؟ چرا میگید نمونه نداشته؟ نمونه به عنوان این که دولت، آیا این یه لکه مهمی در تاریخ این ملت نیست؟ آیا نباید با این با تأمل مواجه شد؟ خیلی لکه خیلی بزرگی هست، خیلی خیلی جدی هست، نه فقط درباره بهایا. خب در اون ملیگرایی یا ناسیونالیسم که شما صحبت میکنید، آیا این بارز باش. میشه؟ من به نظر اینو صحبت کردیم، این مثلا خیلی نمونه خوبی هست که شما گفتید و خیلی خوب است که گفتید. به نظر من این قبیل افراد گرایی ها در نمونه ملی گرایی ایرانی اولا زیاد نبوده، ثانیا سهمگین نبوده در تاریخ ما، با وجود اینکه خیلی دراماتیک و تراژیک است حادثه بهایی، سرکوب بهایی، ولی از طرف دیگر به عنوان دولت و چیزی برنامه ریزی شده نبوده. ملاها کردن اینو، اینم یکی از نقایص مهم جمهوری اسلامی هست. نه در گذشته خیلی کم، دوران پهلوی این نمونه ها خیلی کمتر از به دست روحانیون شده، با اون طرف نگاه کردن حکومت شده، نه به دست حکومت. من میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که جمهوری اسلامی هم به عنوان یک ایدئولوژی ناسیونالیستی مطرح میشه و توی به یک عالمه پژوهش در این مورد شده، یک عالمه کتاب و مقاله در این مورد نوشته شده. شاید ناسیونالیسم سکولار نیست، ولی ناسیونالیسم مذهبی هست و اتفاقا از یک سری المان‌هایی مثل که هویت شیعه ایرانی مستضعف رو به وجود بیاره استفاده میکنه. این که در این زمینه موفق هست یا نه یک بحث دیگه است. برای اینکه ما فکر نمیکنیم در تاریخ چیزی مثلا به نام مصدق کامل و جامع و بدون عیب و بدون نقص، مصدق هم نقصی داره، نقصایی داشته، اما اون جوانب مثبتش رو میگیریم چون داریم که نظریه میسازیم که قطعات از این بر اونور بعد بگیریم، تعبیه بکنیم یه چیز جدید رو. در این تدوین عناصر تضادمند زیادی در تاریخ وجود دارن، جوانب مثبت به درد ما میخورن، جوانب منفی رو میزنه. یک دومین نکته که خیلی مهمه و من تعجب میکنم اینه که به اطراف که نگاه بکنیم، اپوزیسیون خارج کشور که بهش اشاره کردن نگاه بکنیم، غالب گروه های سیاسی همشون با این نظریه ناسیونالیسم شامل موافقن. یعنی ما اساساً بینمون به غیر چند تا گروه افراطی خارج کشوری که واقعاً جزو سلطنت طلبان خیلی تند رو هستن، همه چپ ها، ملی گرایان. اصلا شما جبهه ملی رو در نظر بگیرین، حزب چپ رو در نظر بگیرین، جمهوری خواهان رو در نظر بگیرین، طرفداران مشروطه حتی رضا پهلوی رو در نظر بگیرین، طرفدار این نوع نظریه است. شما مثلا برای اینکه چراغای خونتون رو خاموش روشن کنین نیاز به ناسیونالیسم ملی ندارین، فقط کافیه که اعتقاد داشته باشین که ما این نظام رو نمیخوایم. نیاز نیست که یه تعریف جامعی داشته باشین، اون برای بعد از اینه که آیه جوادی، شما با روسیه و ترکیه خیلی خوب آشنا هستید، با تاریخشون. اونهایی که رجب پوتین نوشتن با اونهایی که رجب اردوغان نوشتن، من یه نگاهی انداختم، یه توصیف مشترک دارن از سیاست ناسیونالیستی این دو، ریونچیزم به زبان انگلیسی، که شاید بشه گفت معادلش در زبان فارسی میشه سیاست انتقام جویانه نسبت به اونچه که در حق ما روا شد. پوتین میگه که در حق روسیه جفا شد و ما میخواییم این روسیه رو برگردانیم. اردوغان میگه من میخوام اون ترکیهی که در زمان عثمانی بود تا اونجایی که ممکنه اون اقتدار رو بازگردانم، در واقع انتقام از اون چه که بر ما وارد شد. آیا واقعا ناسیونالیسم به هر شکلی که شما بگید یه مقدار این درش نیست؟ یعنی که ما میخواییم این ستمی که بر ما رها شد، حالا چه توسط عرب ها، چه توسط اونهایی که اسلام آوردن، اسامی مختلف روش گذاشته میشه، ما میخواییم اون اقتدار رو بازگردانیم و این نطفه سیاست روانچیسی و انتقام جویانه خواهد بود دیگه. به نظر من این قرائت بیشتر غربی هست که پوتین روانچیست و یا انتقام جو هست و یا به همون درجه اردوغان میخواد عثمانی رو برگردونه. به نظر من آیا پوتین نمیخواد اقتدار جماهیر شوروی رو بازگردونه واقعا؟ من فکر کنم بیشتر من که تو مغز پوتین و اردوغان نیستم، ولی فکر میکنم که انگیزه اصلی اینها به خود هر کشوری که
تا اخیر یک امپراتوری بزرگ بوده. تاریخ ایران کمی فرق میکنه چون امپراتوری ما خیلی قدیمی تره و خیلی زود تضعیف شده از بین رفته، ولی ترکیه و روسیه جدید هستن، امپراتوری های بیشتر سبک قدیم هستن، مثل امپراتوری مدرن صنعتی مثل بریتانیا و یا آمریکا و غیره نیستن. بنابراین اونها رو ما خارج میکنیم. ولی در مورد پوتین و اردوغان تصور من اینه که غرور ملیشون به نظر من همون چیزی که ایرانی ها رو باعث میشه که احساس افتخار بکنن نسبت به دوره ساسانیان. این احساس افتخار بر ایرانی به اون معنا تهاجم گرانه نیست که امروز مثلا اگر چنینه، شما اگر فکر چنینه چرا شما به من گفتید که خطر عرب ستیزی در ناسیونالیسم ایرانی هست؟ بله، این همون ریوانچیسم یا انتقام جویی خواهد بود. هر خطری که هر چیزی که پایش جوهرش به اصطلاح نفرت علیه یک قوم یا یک مذهب یا یک تیره یا یک شهر باشه، مثلا تبریزی ها بگن اردبیلی ها چقدر بد، جواب منو بدید بره. آیا چنین خطری هست یا نه؟ من فکر کنم اگر وضعیت فعلی ایرانو صرفا به اسلام ربط بدهیم، به عنوان دین ربط بدهیم، چون اسلام هم خواهی نخواهی با اعراب متصل هست، مربوط هست، مرتبط هست، به خاطر اینکه اعراب بودن که اسلام آوردن. اگر اعراب نمی آمدن ما مسلمان نبودیم. در اون صورت احتمال عرب ستیزی و رشد عرب ستیزی در ایران مجموعاً امکان داره، کمان که هست، نه اینکه نیست، ولی حاکم نبوده. منظور من اینه، بله. تو تاریخ ایران حاکم نبود. آقای هودشتیان، در مورد ناسیونالیسم حکومتی در ایران در حال حاضر چی میشه گفت؟ نظرسنجی هایی که حتی یکی دوتاش خارج از ایران انجام شده نشون میده که مثلا شخصی چون قاسم سلیمانی محبوبیتش یه مقدار فراتر از فقط طرفداران نظام جمهوری اسلامی میره. کاملا. این به ما چی میگه؟ به این ترتیب ناسیونالیسم مستعد، یعنی شما میخواید ابزار بسازید ازش علیه جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی هم ابزار ساخته ازش. پس چی میگه؟ اتفاقا برای همین زیبایی این به ما در مورد ناسیونالیسم چی میگه اون وقت؟ زیبایی قضیه همینه، بخاطر اینکه اینقدر مسئله مشهود و مهم. زیبایی قضیه اینه یا خطر قضیه اینه؟ هر دو هم درست میفهمید، خطرش هم هست، چون همونطور که فرمودن در واقع خود رژیم اسلامی در، حتی من یادم در خود پرگار من کسی بود، یکی از برنامه های راجب خود ناسیونالیسم صحبت بود. بله، اون برنامه راجب تعریف ناسیونالیسم بود. بله، یه بارم راجب این که ایران اگر رفته سوریه، من به عنوان ناسیونالیست دفاع میکنم از ایران و حضور به اصطلاح نیروهای ایرانی در سوریه، که اصلا چیز کاملا خارج از اصلا معنا نداره این بحث. این چیزی صحبتی که میکنین کاملا درسته، بخاطر اینکه هم خطره هم نشون میده که چقدر ناسیونالیسم مهمه. ببینید مثلا برای روشن کردن چراغ یا خاموش کردن چراغ به عنوان یک عمل مدنی که فرمودین احتیاج نداریم ما ناسیونالیست باشیم، اما زمانی که در یک کشوری هستیم که چند رنگیه، چند قومیه، چندین گروه اتنیکی درش هستن و میخوایم اینا رو همه رو جمع کنیم با یک کلام و با یک زبان، یعنی اونم ایرانیت، حالا ملیت یا ناسیونالیسم، اونجا مهم میشه. یعنی فراتر از عمل مدنی یک چتر ما میخوایم که اینا رو با هم جمع کنیم. چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه این جدایی وجود داره، گاه به گاه اینجا سر میزنه. بلوچا میگن ما میخوایم مستقل شیم، کردها میگن ما مستقل، ولی در ایران هم چیزی نبوده. همونطور که فرمودین در ایران همواره این چتر وجود داشته و من میگم این رو باید پرقوت داد کرد و ابزار ناسیونالیست از رژیم گرفت. اتفاقا بخاطر این نکته که شما میفرمایید. بله خانم آریانفر، در اعتراضهای مختلف در ادوار مختلف، چه 96 چه همین آبان 98 اخیرا، ما شعارهایی دیدیم که به یک معنا ناسیونالیستی بود، در اعتراض به نوع توزیع درآمدها، در اعتراض به اختصاص دادن منابعی از این مملکت به حرکت‌های موافق جمهوری اسلامی در خارج از ایران، چه در سرزمین‌های فلسطینی چه در لبنان. اینها شعارهای ناسیونالیستی دیگه، و اینکه رایج بود این شعارها نشون میده که بسیج کننده است.
آیا این به ما نشون نمیده که به گفته آقای اردشیر ناسیونالیسم به هر حال مهمه در ذهنیت ایرانی ها هست و اگر خواستشون اینه که درآمدهای این مملکت در این مملکت خرج بشه آیا خود همین ناسیونالیسم رو تبدیل به یک ابزار مبارزاتی نمی کنه؟ 100% کسی اصلا از اول گفتم دیگه هیچ کسی نمیتونه منکر قدرت ناسیون ایدئولوژی ناسیونالیسم برای متحد کردن مردم بشه، اما خطرش اینه که یک این نمیتونه همه رو شامل بشه. این ایرانی بودن رو آیا همه یک شکل میبینن؟ و بله اعتراضات میشه و درسته با تفکر ناسیونالیستی این اتفاق میفته، ولی خطراتی در همگام با این تظاهرات ها هست که باید بهش دقت کرد. اینا میتونن خیلی همون جوری سرکوب کننده باشن، همون جوری خونین باشن که باید بهشون واقف بود و باید بهشون واقف بود که این حسایی که ما داریم که به خاطرشون اعتراض میکنیم نیازی نیست براش تعریفی داشته باشیم که ربط داره به این که ما ایرانیم یا ایرانی نیستیم، یا میتونه فقط برای این باشه که ما با جمهوری اسلامی مخالف هستیم، منابع مالی این کشور در این کشور خرج بشه. معلومه همه اینها رو آدم میتونه بخواد بدون این که یک تعریفی داشته باشه که انحصارگرا باشه و بعد هم بعدن بخواد در سر ایجاد کنه. چون در جواب شما این حرف رو زدن، من به شما بگم، شما رو خواهیم کرد آقای جوادی، کما اینکه بعضی از فعالان سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هم هستن، گفتن بعضی از این مخالفان جمهوری اسلامی که شعار نه غزه نه لبنان بلکه ایران رو باید تبدیل کرد به هم غزه هم لبنان هم ایران، یعنی در واقع آیا خاطر دموکراتیسم میشونه، یعنی میخوان که در واقع بگوین که ما همه با هم هستیم بر علیه استبدادگرایان، طور این از این جنبه قابل فهم است. اما نه غزه نه ایران جانم فدای نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران معنای ناسیونالیستی بسیار پرقدرتی داره. ببینید ما لزومی نداره، من موافقم، بر همینم گفتم اگر ناسیونالیست به لباس برخی نمیآید ما باید خودمون رو با اون ادپت کنیم. مثلا کسی مثل شما که با ناسیونالیسم توافقات زیاد ذهنی روحی ندارین باید بفهمیم، درک کنیم یک بار برای همیشه که ما به یک چتر بزرگی در زمانه اسرت و بدون سازمان و ایدئولوژی. ببینید انقلابات دهه گذشته 4 تا 3 تا کاراکتریستیک دارن که حالا بحث دیگه ای هست. یکی از اینا ایدئولوژی تمام گرایانه شونه. همه این انقلابات در سراسر قرن 20 شامل یک ایدئولوژی بودن که مارکسیسم چپ بوده، در چین، در روسیه، در کوبا، همشون، حتی جنبش هایی که موفق نشدن اینو داشتن. دومینش اینه که یک لیدرشپ قوی داشتن. ما نه لیدرشپ داریم، نه سازمان هماهنگ کننده داریم و نه رهبری داریم و نه ایدئولوژی هماهنگ کننده. من چیزی که میگم در نکته مهمیه. بله. اگر یک رهبری مسلم نباشه ایدئولوژی مثل ناسیونالیسم ممکنه به همون راهی برن که در خیابون میره. نه دیگه، وظیفه ما این هستش که ببینید دوران رهبران بلا منازع و بزرگ سپری شد، این رو بحث کردیم قبلا. اما اگر کسانی بسه که فعالان داخل هستن، لیدرایی که دیروز و پیروز رژیم دعوت گفت 100 تا لیدر ما گرفتیم، این رهبران یا رهبرچه ها یا خرد رهبرانی که می توانند در ایران فعالیت کنند، شبکه های بزرگ سازمانی رو ایجاد بکنن، اینها میتونن متأثر از یک ایده ایرانیت باشن که بگن این پول رو سوریه نفرستین برای خودمون خرج کنیم. از این جنبه آقای بله بله آقای جوادی، وقتی تاریخ ناسیونالیسم رو میخونیم با این نکته نقض مواجه میشیم، اونم این که ناسیونالیسم ابتدا در اروپا شروع میشه و حرکت رهایی بخش اون ملت‌هایی است که میخوان دولت‌های مرکزی خودشون رو شکل بدن از نیمه‌های قرن 17 به این سو. این ملت‌ها تشکیل میشن، خیلی‌هاشون میشن ملت‌های متروپول به اصطلاح، یعنی ملت‌های استعمارگر در واقع میشن به یک معنا. در دور دوم ناسیونالیسم میشه حرکت رهایی بخش ملت‌هایی که تحت ستم همون استعمارگران بودن و این سو و اون سوی چرخش قرن 19 به قرن 20 رخ میده تا نیمه‌های قرن 20 هم میاد. این میشه دور دوم ناسیونالیسم. نکته جالب اینه که الان یه دور سوم ناسیونالیسم شروع شده، باز هم اغلب مال اون ملت‌هایی است که متروپول نامیده میشن. در آمریکا میبینیم،
به شکل ترامپ خودشو نشون میده، در روسیه میبینیم به شکل پوتین خودشو نشون میده، و قدرت هایی که دارن در منطقه خودشون مطرح میشن، در ترکیه میبینیم و البته در هند مودی ناسیونالیسته. این به ما چی میگه در مورد ناسیونالیسم؟ انگار ادوار مختلف داره و در هر دوریه که در واقع ابزار متفاوتیه برای اهداف متفاوت. به نظر من تبلور این ناسیونالیسم که کلن ما میگیم، شما میگید ناسیونالیسم قرن 17 از اروپا شروع شده غیر و غیره که درسته، تبلورشون رنگشون فرق میکنه. بگذار یک لحظه فقط برگردیم به این داستان نه غزه نه لبنان جان فدای ایران. به نظر من خیلی مثال خوبی هست که همین که صحبتش شد، به این معنا که یک برآورد کلی شده که گویا از 2012 تا امروز خرجی که ایران برای چیز کرده برای لبنان و سوریه و فلسطین و همه اینها کرده، افغانستان کرده یا یمن کرده، حدوداً 16 میلیارد دلاره. حدوداً این البته تخمین دولت آمریکاست، آقای پومپئو هست. چقدر درسته چقدرش تبلیغاته نمیدونیم، ولی به هر صورت بیشتر از 7-8 میلیارد دلار باید باشه خرجی که علتی که باعث شد که قیمت بنزین رو در ایران بیشتر کنن، مجموعاً به خاطر اینه که 3 میلیارد دلار از این طریق وارد بودجه دولت بشه. 3 میلیارد چیزی میاد؟ 3 میلیارد در سال؟ نه کلن کلن 3 میلیارد دلار وارد بودجه خزینه دولت بشه. 3 میلیارد دلار اگر درست هست چه مدتی این هفت 3 میلیارد برای این بودجه دولتی یک ساله، یک ساله رو داریم. 3 میلیارد درآمد سالیانه برای سالانه برای دولت بیشتر بشه، در صورتی که اگر درست باشه حتی بگیم 10 میلیارد دلار برای سوریه و نمیدونم عراق و اینا خرج میکنه، این خودش نمونه هست که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعاری هست جذاب برای نه فقط. من میخوام بگم که ملی‌گرایی چه چیز چه پدیده چه تعریف سیالی هست. اونها هم یک تعریفی از ملی‌گرایی دارن. بر اساس این فکر میکنین خرج میکنن در آره دقیقاً ده. ولی خب توی این هسته اصلی که ملت رو تعریف میکنن، شیعه و مستضعفین رو تعریف میکنن و مردم ایرانی که شاید با اونها هیچ احساس همبستگی نمیکنن جزء اون هسته نمیشن و برای همین احساس بیگانگی میکنن و تمام این اتفاقات داره میفته. شما نمیتونید تفکیک کنید به آنچه که آنها میگویند. مثلا میگن اونها میگویند ما این و آن رو میخوایم انجام بده به نام ناسیونالیسم میریم. خیلی هم تو که اشاره کردیم حتی روشنفکران دامنگیر این تله شدن و این تله است، تله فکریه و من تعجب میکنم شما این رو دارید میگید. مسلمه که زمانی که 17 میلیارد دلار ایران میفرسته یمن به نام ناسیونالیسم این رو توجیه کنیم چطور میشه؟ حتی اگه در ذهن اونا این باشه یک ترفند سیاسی است. ولی یکی از دلایلی که من میتونم یه چیزی بگم، بله. ناسیونالیسم کلن یک ترفند سیاسیه. ناسیونالیسم یک پدیده‌ایه که ما استفاده می‌کنیم برای اینکه به یه قدرت سیاسی برسیم. معلومه اونا این شکلی استفاده می‌کنن و بعد ناسیونالیسمی که الان شما می‌خواید تعریف بکنید من معلوم نیست می‌خواد به کجا برسه. ولی یکی از زمینه‌های استفاده جمهوری اسلامی از ناسیونالیسم همین تهدید خارجی دیگه، یعنی میگه ما در حالت تدافعی هستیم و این تهدیدها باعث میشه چنین. حالا شما ممکنه رد کنی اما به هر حال اون داره از این شعار ناسیونالیستی استفاده میکنه که خب شما ممکنه به گفته خودتون تئوری بپرورین، تئوری این رو تطهیر کنید که ببرید به جنگ ناسیونالیسم جمهوری اسلامی، اما اون ناسیونالیسم جمهوری اسلامی هم یه ادعی رو بسیج میکنه. نمیکنه، درست میکنه درست. و درست ما همینجا از ابتدا، یعنی ابتدایی که من صحبت کردم این ناسیونالیسم ها رو از هم جدا کردیم، ناسیونالیسم انحصار طلب و اکسکلوزیو و اون که شما میگید آنها و ما و آنها، آنهای ما در واقع جمهوری اسلامی هستش که داره اکسکلو میکنه، غیر زدا میکنه، میگوید که ماها جزو ایران نیستیم. مثلا اینایی که دارن تظاهرات میکنن امروز، همین امروزه که داریم صحبت میکنیم، اینا همه اشرار هستن، ایرانی نیستن. ما میگیم به نام ایران همه اینها شامل ما هستن. اما جمهوری اسلامی آن نوع ناسیونالیسمی که به کار میبره در شعار و ما نباید تو تلاش بیفتیم، در واقع ناسیونالیسم غیر زداست.
یعنی منظورتون از غیر زاده در واقع دیگر ستیزه دیگه، دیگر ستیزه زدودن غیر از مفهوم یعنی ما بله در ابتدای صحبت من دو ناسیونالیسم هم جدا کردم، ولی حتی بهتر از شما پرسم این رو آقای جوادی. حتی در ناسیونالیسم حکومتی در ایران عناصر باستانگرا هم بود، در پدیدهای مثل مشاعی، احمدی نژاد، اینها بود. خود اون نشون نمیداد که ناسیونالیسم حکومتی هم میتونه بیاد عناصر باستانی رو بیاره تو. بنابراین کوشش هست برای استفاده و یا اگر شما باشید میگید سوء استفاده از ناسیونالیسم باستانی ایران. ولی که شما در تمام جریانهایی که این داعش زده در عراق انجام میداد، حمله هایی که میشد و ایران هم شدیداً و مستقیماً مداخله میکرد، دقت کردید که شما دفاع خط دفاعی ایران کجاها مخصوصاً بود؟ کجا بود؟ مراقد امامان شیعه اساساً، یعنی مرقد امام حسین، حضرت علی، نمیدونم اینها نقطه درجه اول. این نقطه مهمیه خانم آریان فرح، این نشون نمیده که ناسیونالیسم حکومتی رو کسی نمیخره. ممکنه به نام شیعه گرایی، به نام اسلام گرایی شما بری کارهایی بکنی و اسمش رو بذاری ناسیونالیسم، ولی خریدار نداره. به گفته ایشون اونجا که بحث داعش میشد، ایران مرز اون بر جلوتر میگفت که ما از مراقد امامان در عراق دفاع خواهیم کرد. یا در ناسیونالیسم نیست، این دیگه شیعه گراییه. در لبنان دفاع از شیعه ها هست. بله اجازه بدید پس جواب. نه سنی ها. ولی مسئله این هستش که ایدئولوژیش این هست. به حتی توی ایران هم از همون خب ناسیونالیسم مذهبی کلا همین جوریه، یعنی خودش رو از طریق مذهب هم تعریف میکنه، هم دقیقاً تعریف میکنه و خودش رو متحد میکنه با شیعه هایی که از نظر اون مستضعف هستن، حتی جاهایی که شیعه نیستن مثل غزه، ولی از نظر اون دارن بهشون ظلم میشه. این دیگه حیز انتفاع به عنوان ناسیونالیسم میندازه نمیندازه؟ خب مسئله این هستش که ناسیونالیسم تعریف کردنش خیلی سخته توی کشوری که قوم های مختلفی زندگی میکنن و جمهوری اسلامی وقتی که خواسته این هویت ملی رو شکل بده اومده یه همچین تعریفی داشته که موفق نبوده، 100% موفق نبوده، ولی اومده با خودش فکر کرده که اوکی این کشور حد اکثر کسایی که توی این کشور زندگی میکنن همشون مسلمان شیعه هستن، خب شاید اینطوری بتونیم همه رو با هم متحد بکنیم. حتی انقلاب فرهنگی میکنه و سعی میکنه پاکسازی بکنه به امید اینکه شاید همین الان نتونیم خیلی از المانهای ناسیونالیستی زمان پهلوی رو از بین ببریم، ولی خب نسلهای بعدی خیلی چیزها رو ممکنه فراموش بکنن. باز تو این زمینه هم موفق نبوده. برای همین تعریف کردن ناسیونالیسم اون هم یکهویی برای مردم این که نمونه که جواب نمیده، چون شما نمیتونین الان بیاین بگین که خب ما میایم یه ناسیونالیسمی رو برای مردم تعریف میکنیم که انحصارگرا نباشه، ولی وجود داره. من چیزی حالا آقای جوادی شاید بهتر بتونم پاسخ بدم، کتاب شما نمیشین راجع به موضوع به نام ناسیونالیسم مذهبی نمیشناسم. ناسیونالیسم ناسیون توشه، نیشن ملت، و این مانعت و جمع جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهان وطنی است. بله واقعا چیزی داریم ناسیونالیسم دینی. من منابعشو براتون بفرستم. ناسیونالیسم و اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان ناسیونالیست ملی در تعریف شما خودتون فکر کنید. ناسیونالیسم ببینید جمهوری اسلامی از ابتدا عین جریان کمونیستی استالینی است، جهان وطنی است، یعنی اساسا به اکسپانسیون و گسترش حوزه نفوذی ایدئولوژی خودش معتقد بین مسلمانان، بین مسلمانان و اصلا نه بین مسیحیان و اصلا نه مذهب مسئلهش مذهب ببخشید ناسیون و ملت نیست، مسئلهش اینه که هر کسی از هر جا که میاد شامل میشه. درست مثل ترکان البته ناسیونالیسم دقیقاً همینه دیگه. شما یک تعریفی از ملت دارین که فکر میکنین تعریف اونها از ملت وجود نداره، ولی توی و این یک تفکر قدیمیه متاسفانه. در تفکر ناسیونالیسم جدید این هستش که ناسیونالیسم نیاز به یک روایت ملی داره و یک هویت، و این رو میشه هر جوری که دلمون میخواد بشینیم تعریف کنیم. در لحظه نه، این یک سازه اجتماعی socially constructed، یعنی اینکه یک جامعه ای میاد تعریف میکنه و بعد یک گروهی برای اینکه به قدرت سیاسی برسه میتونه بیاد انتخاب بکنه دیگه، پیک اند چوز کنه، بگه مثلا ما المان ها این المان هایی از تاریخ رو انتخاب میکنیم که بتونیم تعداد زیادی از آدم ها رو با هم متحد کنیم. این زبان رو ولی یه نکته مهمی در صحبت آقای هودشیان بود، میخواستم با شما در میان بگذارم.
آقای اودشتیان میگه جمهوری اسلامی جهان وطنیه و به این معنی ناسیونالیست نیست. آیا واقعا چنینه؟ آیا اگر از یک جنبش‌های، جریان‌های، احزابی، سازمان‌های در خارج از ایران حمایت می‌کنه، برای این است که جهان وطنه یا برای اینه که استفاده کنه از اونها برای منافع خودش؟ این دوتا کاملا متفاوته ها. جهان وطنی به معنای فراگیر تمام دنیا نیست. اسلامی هست یکم، دوم شیعه هست، شیعه مشخص برای خودش، علوی هم نیست. حالا برای رسیدن به اهدافش هم در منطقه که اهداف مذهبی هستن، اهداف ملی نیستن، اهداف منتها از اون استفاده میکنه مثل هر کسی دیگر. جمهوری اسلامی برعکس دوران استعمار که فرانسه میرن مثلا در کنگو پول رو ان منابع طبیعی رو میگیره برای گسترش اقتصاد کشوری خودش، جمهوری اسلامی کاری نکرده، پول رو صادر کرد، فرستاده، هیچی رو جذب نکرده. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه عطا هودشتیان، عباس جوادی و فریناز آریانفر. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید ببینید، دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکست رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.